خب دوستان، مباحثی که تا الان مطرح کردیم تو این بخش رو می‌خوایم به صورت عملی ببینیم. خب ما نرم افزار شبیه سازی یا سیمولیتوری که استفاده می‌کنیم برای شبیه سازی پروتکل هامون سیسکو پکت تریسر هستش. یک نرم افزار شبیه ساز هستش که تمام تجهیزات و پروتکل هاش که توی دنیای واقعی هستش رو تو دنیای مجازی براتون شبیه سازی می‌کنه. نواسه بسیار مفید و مناسبی هستش، میدونه خیلی ارورها و خطاهایی که ممکنه تو دنیای واقعی شما مرتکب بشین و ازش جلوگیری بکنه، شما اینجا یک اکسپرت و مستر بشین و بتونید تو دنیای واقعی اشتباهات کمتری رو مرتکب بشین و کاملا آشنا بشین با پروتکل‌ها. خب خیلی قابلیت مختلفی خواهد داشت، ما در ادامه که جلو بریم تک تک این قابلیت‌ها رو براتون توضیح خواهیم داد. اما در ابتدای کار وقتی شما پکیج تریسر رو باز بکنید، در اینجا یک سری تجهیزات دارین که شما میتونید از این تجهیزات استفاده بکنید. با انتخاب تجهیزات، مثلا تجهیزات نتورک یا شبکه که میتونه روترها یا سویچ ها باشه یا هاب ها باشه، از اینجا انتخاب بکنید. توی تب اند دیوایس ها شما میتونید سرور رو انتخاب بکنید، میتونید پی سی انتخاب بکنید، لپتاپ انتخاب بکنید و همچنین شما میتونید برید تجهیزاتتون کابل کشی بکنید از نوع کنسول یا کابل شبکه و انواع مختلف اون و همسالهو. حالا من میخوام اینجا یک سویچ 2960 رو انتخاب بکنم، از اینجا نتورک دیوایس رو انتخاب میکنم و تجهیز 2960 رو انتخاب میکنم، همچنین یه 2960 دیگه اینجا و اینها رو با کابل شبکه به هم وصل میکنم. خب میتونم یک روتر رو هم انتخاب بکنم، یک روتر و اون رو هم متصل بکنم به سویچم. خب در ابتدای کار بیاییم مبحثی که صحبت کردیم راجع بهش، بوتینگ پروسس رو با هم ببینیم به چه صورت هستش. من ریلود میکنم سویچ و سویچ دوباره بالا بیاد تا اون بوتینگ پروسس رو ببینیم. خب بعد از اینکه پاور آن شلف تست یا پاس نام میشه، از داخل فلش iOS شما توسط بوتستراپ لود میشه روی در این قسمت لود میشه روی iOS شما روی رم لود میشه، اونجا اکسترکت میشه و روی رم قرار میگیره. خب حالا OS شما یا همون iOS شما بالا میاد، یک سری مشخصات داخل اون هست به شما ارائه میکنه، مثلا میگه که 24 تا پس اترنت داره سویچ شما و 2 تا پورت گیگابایت اترنت داره، همچنین مقدار 63 مگ انوی رمش هست و 21 مگ میزان رم شماست، مدل سی پی یو و یه سری پارامترهای دیگر رو برای شما مشخص میکنه. مثلا سویچ شما 2960 هست، 26 پورت داره و ورژن سویچ 12.2 هستش. این میشه اون بوتینگ پروسسی که خدمتتون عرض کردم، اینجا میتونیم به صورت عملی ببینید. خب پارامترهای خیلی بیشتری رو اینجا توضیح داده، نیازی نیستش ما وارد دیتیل تمام اینها بشیم، یعنی فرصتش رو هم نداریم. خب سویچ بالا اومد، وارد مود کانفیگ شد. دوستان این مود یوزر مود هستش، یعنی شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. اگر من سوال بزنیم میبینید که خیلی شما کاری نمیتونید با سویچ انجام بدید، باید انیبل رو بزنید و بعد از زدن انیبل وارد مود پریویلیج میشین، یعنی یک لول بالاتر از یوزر مود که میتونید کانفیگ هایی که مد نظرتون هست رو انجام بدید. اگر ما سوال بزنیم میبینید که براتون خیلی قابلیت های بیشتری رو ارائه میکنه. خب دوستان، حالا من یک سری کانفیگ های اولیه رو داخل سویچ انجام میدم برای اینکه آشنا بشیم باهاش. من میخوام وارد مود کانفیگ بشم، کانفیگ ترمینال. خب میتونم از این مود خارج بشم، اگزییت بکنم. این نکته رو در نظر داشته باشید، نیازی نیست شما کامل بزنید، شما کافی بنویسید کان تی یا از میخوام کانف تی، یعنی ابریویت یا مختصر شدهش رو بنویسید و خود سیسکو سویچش متوجه میشه، یا میتونید بنویسید کانف تب رو بزنید خودش کامل میکنه، ترمینال کامل میکنه. ببین من اسم سویچ رو میذارم مثلا S1، اسم سویچ چون میشه
اس. حالا اگه من شو کامند رانینگ کانفیگ بزنم، یعنی تمام پیکر بندی که تا الان انجام دادم داخل رمم رو مشاهده بکنم. همچنین اینترفیس ها و کانفیگ های مختلف سویچ اعمال شده رو به شما نشون میده. حالا من اگه ریلود بکنم، حالا این کار انجام نمیدم، اگر ریلود بکنم میبینید که اگر شو رانینگ کانفیگ بزنید سویچ شما اصلا هاست نیمش میپره، با هاست نیم سویچ بالا میاد. چه کار کنم؟ خب اول از که شو استارتاپ کانفیگ بزنم، هیچی داخل امیرم هم ذخیره نشده، یعنی سویچ من وقتی بالا میاد هیچ کانفیگی داخلش نداره. من میسم کپی رانینگ کانفیگ استارتاپ کانفیگ، یعنی محتویاتی که داخل رمم هست میزم داخل امیرم، کانفیگ من میکنم. حالا شو استارتاپ کانفیگ، حالا سویچ شما زمانی که بالا بیان با این کانفیگ هایی که انجام دادین بالا میاد. خب هاست نیم رو مشخص کردم. اگر بخوام وارد هر کدوم از پورت های سویچ هم بشم کافی بزنم اینترفیس، با زدن علامت سوال براتون راهنمایی میکنه که حالا شما میتونید چی بزنید اینجا. برمان مثلا من بزنم اینترفیس اترنت مثلا 01، بتونم نوشاتش بکنم، با زدن نوشات پورت شما آب میشه، یعنی میتونه حالا از نظر فیزیکی ارتباط برقرار بکنه. از این مود خارج میشم. حالا تو سویچ، خب اگر بخوایم کانفیگ های دیگه رو هم انجام بدیم، میتونیم لاین کنسول 0 رو بزنیم، وارد پورت کنسول میشیم و روش میتونیم پسورد بزنیم، مثلا پسورد سیسکو. خب من به پورت کنسولم پسورد دادم، اگه قرار باشه با پورت کنسول به سویچم وصل بشم باید پسورد سیسکو رو بزنم. خب اما این اعمال نمیشه به پورت زمانی که لاگین رو شما بزنید، حالا این پسورد به پورت اعمال. خب اگر امتحانش بکنیم، اگزیت میکنم من، ازم پسورد میخواد، تا زمانی که سیسکو رو نزنم به سویچ وصل نمیشه.